به نام خدا و سلام من امیر زنیکخواه از مدرسین فرادرس هستم و ورود شما رو به آموزش تبدیل فایل پی دی اف به ورد از سری آموزش های فرادرس خوش آمد میگم در این آموزش به دو شیوه به شما یاد میدیم که چطور میتونید اسناد پی دی اف خودتون رو به اسناد متنی قابل ویرایش در ورد تبدیل بکنید روش اول به صورت آفلاین و توسط نرم افزار مایکروسافت ورد انجام میشه. من از قبل دو تا فایل پی دی اف رو آماده کردم. یکی از فایل ها به زبان انگلیسی و یکی دیگه به زبان فارسی هست. حالا میخوایم هر دو زبان رو بررسی بکنیم و ببینیم که دقت این تبدیل تا چه حدی میتونه باشه. بر همین اساس میریم به سراغ نرم افزار ورد و با استفاده از دستور اوپن و کلیک بر روی گزینه بروز میریم به محل ذخیره فایل هامون. در ابتدا فایلی که به زبان انگلیسی هست رو باز میکنم. ملاحظه میکنید که این پیغام برای ما نمایش داده میشه و در واقع مفهوم کلی این پیغام هم اینه که وقتی که شما دارید این عملیات رو انجام میدید اسناد متنی پی دی اف شما به متنها و اسناد متنی ورد ادیتیبل یا قابل ویرایش تبدیل میشن. خب این ممکنه یک پروسه زمان بر باشه نتیجه ای که برای شما حاصل میشه یک سند ورد هست که بهینه سازی شده و به شما اجازه ی ویرایش کردن متون رو هم میده. و بر همین اساس شما میتونید از اون استفاده کنید. البته ممکنه که در این تبدیل پی دی اف به ورد یک مقداری ناهماهنگی هایی هم وجود داشته باشه نسبت به سند اصلی که باید اونها ویرایش بشن. البته فراموش نکنید که در صورت وجود تصویر و گرافیک های مختلف ممکنه که احیانا یک مقداری به هم ریختگی هم به وجود بیاد پس همه این موارد رو که ما در نظر بگیریم میتونیم روی دکمه اوکی کلیک بکنیم به این ترتیب ملاحظه میکنید که فایل پی دی اف ما که به زبان انگلیسی داشتیم و غیر قابل ویرایش هست الان به صورت ادیتیبل یا قابل ویرایش در اختیار ما قرار گرفته و ما خیلی راحت میتونیم هر چیزی که خواستیم رو در اینجا ویرایش بکنیم. به عنوان مثال من میتونم در این قسمت کلیک بکنم، کلید اینتر رو فشار بدم و وارد سطر بعدی بشم. یک سطر شماره دار جدید رو ایجاد کنم یا دوباره کلید اینتر رو بزنم و اون شماره جدید رو از بین ببرم و یک فاصله اینجا ایجاد بکنم. میتونم حتی این قسمت رو انتخاب و نهایتا حذف بکنم و هر تغییر دیگری که دلم خواست رو در داخل اون داشته باشم. و نهایتا هم با فرمت ورد و به صورت متنی سند فعلی و ویرای شده خودم رو ذخیره سازی کنم. حالا میریم به سراغ فایل بعدیمون PDFی که محتوای فارسی داره. همونطور که مشاهده میکنید این محتوای فارسی ما هستش و حالا باید دوباره برگردیم به محیط ورد. میرم به سراغ زبانه فایل و دستور اوپن رو انتخاب میکنم. مجددا باید مسیر محل ذخیره سازی فایل رو تعیین بکنم همونطور که مشاهده میکنید این بار فایل دوم رو انتخاب میکنم دوباره همون پیغام رو داریم که میتونیم این گزینه don't show this message again رو تیک بزنیم تا دیگه به ما نمایش داده نشه اوکی میکنیم یه مقداری صبر میکنیم و به این ترتیب نتیجه کار رو ملاحظه می‌کنید. حالا من کل متنم رو انتخاب میکنم با کنترل آ و بعد متن خودم رو راست چین میکنم و همچنین میتونم اون رو در حالت جاستیفای لو در نظر بگیرم. نکته ای که در اینجا وجود داره همین به هم ریختگی هاست. نگاه کنید در اینجا مثلا کلمه میگردد به این صورت هست که میتونیم به این ترتیب متون خودمون رو ویرایش بکنیم. حالا به صورت سر هم یا جدا یا با نیم فاصله یا هر حالت دیگری که خواستیم میتونیم که اینها رو اصلاح بکنیم. اینجا هم مثلا پیشرفت های یک فاصله رو داره. یا مثلا باستانی مشاهده میکنید که به این صورت یک کمچین فاصله ای رو داره ولی در مجموع ملاحظه میکنید که فایل پی دی اف ما الان قابلیت ویرایش رو داره و ما میتونیم مجددا اون رو ذخیره سازی بکنیم حالا در ادامه میخوام روش دیگری رو به شما آموزش بدم که به صورت آنلاین هم بتونید این تبدیل رو انجام بدید توی ویدیو بعدی در رابطه با روش آنلاین براتون صحبت خواهم کرد وبسایت ها و ابزارهای آنلاین بسیار متنوعی برای تبدیل اسناد PDF به ورد وجود دارند. در این ویدیو وارد وبسایتی میشیم که میتونه این کار رو برای ما به راحتی انجام بده. بنابراین من آدرس freepdfconverter.com رو در نوار آدرس وارد میکنم. کلید اینتر رو میزنم و به این ترتیب وارد این وبسایت میشیم. ما امکان این رو داریم که با یک حساب کاربری هم عملیات رو انجام بدیم اما فعلا ما خیلی راحت میتونیم بدون اینکه یک حساب کاربری ایجاد بکنیم تبدیل رو انجام بدیم در اینجا دکمه چوز فایل رو داریم از ما میخواد اینجا کلیک بکنیم تا فایل پی دی رو انتخاب کنیم میریم به مسیری که فایل هامون رو ذخیره کردیم من فایلی با محتوای انگلیسی رو انتخاب و روی دکمه اوپن کلیک میکنم بین ترتیب ملاحظه میکنید که کانورتر یا مبدل های مختلفی در اینجا وجود دارند که ما میتونیم حتی به اکسل، به پاورپوینت، به عکس با فرمت های مختلف و آیتم های دیگر هم این تبدیل رو انجام بدیم. من روی گزینه تو ورد کلیک میکنم. کمی صبر میکنیم تا پردازش ها انجام بشه. روی دکمه دانلود اگر کلیک بکنیم، ملاحظه میکنید که برای ما دانلود فایل انجام میشه. و حالا میتونیم بریم به محلی که فایلمون رو دانلود کردیم همونطور که ملاحظه میکنید این فایل ورد ما هست که اگر اون رو باز کنم دقیقا میتونیم محتوای اون رو ببینیم چون این فایل رو ما دانلود کردیم در اینجا پیغام Enable Editing برای ما ظاهر میشه به این نکته حتما توجه داشته باشید فایل هایی رو که شما دانلود میکنید به دلیل اینکه مسائل امنیتی مثل وجود ویروس ها و اینجور چیزها در اونها رعایت بشه در حالت پیش قابلیت ویرایش رو ندارن. پس کافیه که ما روی Enable Editing کلیک بکنیم تا به این ترتیب بتونیم فایل مورد نظر خودمون رو با کیفیت بسیار بالاتری نسبت به حالت آفلاین که قبلا براتون گفتیم در اختیار داشته باشیم. همونطور که مشاهده میکنید در این روش حتی عباراتی که به صورت بولد یا زخیم هستند هم به همون شکل اصلی و اولیه خودشون نمایش داده میشن. خب ما میتونیم در اینجا به عنوان مثال این قسمت رو انتخاب و حذف کنیم، میتونیم فاصله گذاری رو انجام بدیم و به طور کلی ویرایش های لازم رو داشته باشیم. به این ترتیب ملاحظه کردید که ما خیلی راحت میتونیم اسناد PDF خودمون رو تبدیل به فایل های قابل ویرایش از نوع مایکروسافت ورد بکنیم. به دو روش آفلاین و آنلاین این موضوع رو براتون توضیح دادیم و حالا شما خیلی راحت میتونید از این قابلیت ها استفاده کنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برای ما بسیار ارزشمنده. پس لطفاً حتما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق اپلیکیشن فرادرس یا وبسایت فرادرس برای ما ارسال کنید. امیدوارم که از این آموزش رضایت داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.